سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم تشخیص متن یا تبدیل تصویر به متن انجام بدیم با استفاده از پکیج پایتسرک. توی یکی از ویدیوهای قبلی که تشخیص پلاک ماشین بود، از پکیج ایزی او سی آر برای تشخیص متن استفاده کردیم. اما خب پایتسرک قوی تر، توسط انجین گوگل ساخته شده، در اسپ برای سی پلاس پلاس نوشته شده که اسمش تسرکت. پایتسرک پوشش در لفافه پایتون قرارش دادن. یه سری عکس ها میخوایم تست کنیم براش، هم متن انگلیسی رو میخوایم تشخیص بدیم توی تصاویر، هم متن فارسی رو، هر دوش رو انجام بدیم ببینیم چجوریه. ببینید، برای استفاده از پایتسرک نه تنها باید پیپ اینستالش کنید، بلکه باید فایل اگزش هم تو ویندوز اینستال کنید. پس قبل از هر کاری میاید توی صفحه گیت هاب تسرکت و اینجا لینک اینستال ویندوز رو میبینید. خب فایل اگزش رو دانلود میکنید. حالا لینک اینو من براتون میذارم توی دیسکریپشن. خب این رو نصب میکنیم. این قسمت نصبش خیلی ساده است. همه رو اوکی میکنید. آها بچه ببینید، تو این قسمت، تو این مرحله، شما میتونید برای Additional Language Data کلیک کنید و اون زبانی که میخواید رو بزنید اینستال کنه، یا میتونید فارسی رو از اینجا پیدا کنید، بگید که فارسی رو هم روش نصب کنه، یا ببینید پرشین، یا حالا اگه توی مرحله یادتون رفت یه روشی بهتون میگم که میتونید خیلی راحت از اون طریق انجام بدید. توی مرحله این مسیر رو یادتون نگه دارید، حتما کپی کنید یا یادتون نگه دارید این مسیر رو، چون لازمتون میشه. ببینید چه مسیری انجام داد، بهتون میگم کجا لازمتون میشه. خب پس نکس رو میزنیم، اینستال. بعد اینکه اینو نصب کردید، یه مرحله دیگه هم هست و اون هم پیپ اینستال پایتسرکت. بعد اینکه پیپ اینستال رو هم انجام دادید، دیگه میتونید ایمپورت کنید و ازش استفاده کنید. حالا البته یه جایی احتمالاً ارور بده که اون ارور رو وقتی داد بهتون میگم چجوری باید باهاش کار کنید. پس میام الان ایمپورتش میکنیم و یه سری لایبرری های دیگه که لازمون میشه، مثل پیل، اوپن سی وی و متپلاتلیب. بیام من عکس اولمو ایمپورت کنم. حالا من هم به صورت سیاه‌سفید ریدش میکنم، هم به صورت رنگی. عکسام چجوریه؟ هم عکسای ساده دارم، متن ساده مثل این. الان بهتون میگم این چیه جالبیش. هم یک متن‌های بیشتر مثل این. خب که با خط‌های مختلف، با دستخط‌های مختلف نوشته شده. پس ما بیایم اول این ساده رو به قول معروف بخونیم که همینه و نمایشش بدیم با متپلاتلیب نمایشش بدیم. خب این عکس ماست. الان برای اینکه بتونیم این رو به مت تبدیل کنیم با پایتسرکت، از این دستور استفاده میکنیم، pytesseract.image2string تصویرمون. آها، این الان اون اروریه که داد و 100% یا 90% شما این ارور خواهید داشت. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه توی environment variable شما تسرکت رو نمیشنازه. حالا یه راه خیلی ساده که خود سازندهای پکیجش پیشنهاد دادن این کار رو انجام بدید اینه که این لاین رو کپی کنید. اینجا اون مسیری که تسرکت رو توش اینستال کردیم و من بهتون گفتم اون مسیر رو حفظ کنید، اینجا قرار میدید و فایل tesseract.exe. خب این باید اینو بشناسه، این باید این فایل بشناسه که اون ارور رو نده. الان دوباره ران کنیم، دیگه اون ارور رو نخواهد داد. ببین دیگه اون ارور رو نداد. الان ببینیم تو این ایمیج تکست چه چیزایی هست. بذاریم پرینتش کنم. ببینید الان چیزی که خون، تسرکت ویل فیل وید نویزی بکگراند. خب این خیلی جالبه که خیلی راحت حتی با نویزی بکگراند هم تصویر رو خیلی خوب تونست تشخیص بده. به نظر من خیلی خوبه. حالا نمیدونم اینا چیه اینجا تشخیص داده، ولی در کل اگه بتونید تصویرتون رو یک مقدار بلر کنید، مثلا من بیام بلرش کنم، cv.medianblur تصویرتون، باید اینجا توی کنار تصویر بنویسم، اینجا
ایمیج رو با حالا کرنل 7، بعد بیایم از روی این ترش باینری بگیریم. cv.thresholdImageBlur cv.getTrashBinary کافیه. خب الان باید مقدار مثلا بدیم، چون متنمون مشکیه هر چی بین 0 تا 255 بدید فکر میکنم اوکی باشه. مثلا بدیم 50 255. الان بیایم روی این تصویرمون تشخیص بده که متن چیه، ببینیم مثلا فرقی میکنه. ببینید الان دیگه اون چیزها رو تشخیص نداد. قبلا چند تا چیز اینجا، چند تا خط و چیزای علکی تشکیل داده بود، ولی عوضش مثلا فیل شد بیل. خب باید سعی کنید یه حالا بالانس مناسبی بین بلر کردنش و در واقع ترشولد گرفتنش و اینا پیدا کنید تا ببینید الان دیگه کامل درست شد. من اومدم کرنل سایز بلر کردنش رو کوچیک کردم، الان دیگه بدون هیچ خطایی تشخیص داد. خب پس این یه روشه که شما اگه بک‌گراندتون نویز داشته باشه، بذارید تصویر رو بهتر نشونتون بدم، اگه بک‌گراندتون نویز داشته باشه موجب خطا میشه توی تشخیص عکستون. شما میاید اینو بلر میکنید، محو میکنید، بعد ترشولد میگیرید، تکستتون رو واضح تر تشخیص میده. خب این از این. بیایم یه عکس دیگه هم تست کنیم. فعلا روی انگلیسی هستیم. اینم یه تستیه، یه بک‌گراندی داره میبینید. حالا متنش فارسیه ولی با حروف انگلیسی مهم اینه که نوشته شده. بعد با خطوط مختلف نوشتم که فونت‌های مختلف، ببینیم همشو میتونه تشخیص بده یا نه. من اینا رو جایگزین نمی‌کنم، پشت سرم می‌نویسم که شما بعداً اگه کدو خواستید ببینید همش باشه، همش همون جوری که توی اینجا میبینید باشه. خب حالا عکس بعدی بذارید پلات شوش هم همینجا باشه، اینو بدون بلر کردن ببینیم میتونه خوب تشخیص بده. خب این تصویرمونه درسته، بیایم همین کار رو انجام بدیم و پرینت کنیم که چی کار میکنه. الان چیزایی که خوند، ببینید سلام با خط معمولی و بزرگ، سلام کوچکتر و کج، سلام با خط غیر معمولی، آی رو اینجا تی تشخیص داده، سلام امو نتونسته تشخیص بده، دست خط رو تشخیص داده، سلام کوچکتر دو، سلام تو خالی، یعنی تقریبا همش رو تشخیص داده به جز یکی دوتا اونایی که فونتشون مثلا سخته رو نتونسته تشخیص بده. خب بیایم از قابلیت های دیگه پای تسرکت هم استفاده کنیم. من بیایم یه عکس دیگه میخونم. عکسمون خیلی ساده است. ببینید تصویرمون یه همچین چیزیه. این که متنیه که تشخیص میده با پای تسرکت. میگیم پای تسرکت دات ایمیج تو سترینگ. خب حالا یه کار دیگه هم میتونیم بکنید، دات ایمیج تو دیتا. این میاد چیکار میکنه؟ این میاد یکی یکی حروف رو بهتون میگه که دقیقا توی چه مختصاتی قرار دارن. خب الان من اینو براتون پرینت کنم که خروجی این چی بوده. ببینید میگه حرف S تو این مختصات قرار داره، حرف A تو این مختصات قرار داره، حرف L تو این مختصات قرار داره. یکی یکی حرفا رو به شما میگه تو چه مختصاتی قرار داره و شما میتونید با استفاده از این مختصات هر کدوم از حروف یه باوندینگ باکس یا مستطیل دورش بکشید. چجوری میتونید این کار بکنید؟ ببینید این متاسفانه خروجیش کلن یه استرینگه. ببین من اگه اینو اینجوری پرینت نکنم، اینجوری پرینت کنم، ببینید یه استرینگ کامله. من میتونم بیام مختصات همه حروف رو، میبینید با یک بک اسلش و ان جدا شده، بک اسلش و ان همون اومدم به خط بعده، میتونم از دستور دات سپلیت استفاده کنم و بگم که جاهایی که بک اسلش ان هست اینا رو از هم جدا کن. الان اومد اینا رو جدا کرد، هر کدوم رو تبدیل به یک استرینگ کرد. الان یه لیست از استرینگ های مختلف داریم، میتونیم بگیم که این پس تکس باکسز لیستمونه. حالا میتونم لوپ بزنم روی اینا، بگم که for box in text box list
بیا دوباره اسپلیت کن برای هر کدوم از مختصات، چون هر کدوم از مختصات هم با یه اسپیس از هم جدا شدن. پس این بذار اسم اینو بذاریم باکس کوردینیتس، باکس کوردز. پس بیا باکس کوردز رو هم اسپلیت کن، این دفعه با اسپیس، یعنی هر جا اسپیس بود اسپلیت کن. خب و از این مختصات استفاده کن. بذاریم اینو براتون پرینت کنم ببینید چی شد. ببینید الان تو هر لوپ ما اینو داریم. پس میتونیم بگیم المان اول، المان صفرم، نه المان اول x یکمونه. پس میتونیم بگیم که x یک المان اول باکس کوردمونه، ولی باید اینتیجر بشه چون استرینگه. y یک چیه؟ المان دوم. x دو چیه؟ المان سوم. y دو هم المان چهارمه. با دونستن اینا دیگه میتونیم یه رکتنگل بکشیم. ایمیج روی ایمیج RGB مون رسم کنیم. x یک، y یک، نقطه اول X. بچه اینجا بذاریم بهتون بگم، اینجا این جواب نمیده. خب برای اینکه یه مشکلی که پایتسرک داره دقت کنید، اوپن سی وی این عکستونه میاد گوشه بالا سمت چپ رو مبدع عکس میگیره و از اونجا حساب میکنه ایکس و وای، و پایتسرک ظاهرا گوشه پایین سمت چپ رو مبدع میگیره. در نتیجه این ارتفاع رو شما باید کسر کنید، یعنی باید اول ارتفاع عکستون رو در بیارید. بذاری من این ایمیجمون رو که رید میکنیم بیارم اینجا. پس طول و عرض و ارتفاع عکستون رو با این دستور در بیارید، بعد چون این W لازمتون میشه، بعد باید اینجا بگید که W منهای Y دو و W منهای، یعنی Y ها اینجوری برعکس میشه. خب بعد رنگ رو مشخص میکنید که حالا ما میخواییم قرمز باشه چون بی جی آره 0 0 255 و 2. حالا نمایشش بدیم. یه چیزی هم که هست، ببینین آخری خالیه، قرار تو این ارور بده. ببینید ارور داد. چرا؟ چون این خالیه. ما میگیم که در صورتی که خالی نبود بگیم که if box chords 0. box chord 0 اینه، یه استرینگ خالیه. پایتون استرینگ خالی رو همون فالس در نظر میگیره، برای همین دیگه شرط if رو دیگه رد نمیکنه، بعد دیگه ارور نمیده. اینو توی یه ویدیو در مورد کاندیشن ها و شرط ها توضیح دادم، خواستید برید ببینید. ببینید دیگه ارور نداد و اومد اینا رو باوندینگ باکس کشید دور هر حرف. پس اینم خیلی جالب، قابلیت جالبی شه. این چون بی جی آره مد پلاتلیب ار جی بیه آبی کرده بود که این فقط مستطیله، نمیدونم اینجا چیه اضافه. سلام به همگی، همه حروفش رو درست تشخیص داده، نمیدونم این وسط این چیه. خب یه متد دیگه هم که پایتسرک داره ایمیج تو دیتا است. روی همون ایمیجمون اعمال کنیم ایمیج دیتا. این میاد یه همچین چیزی میده که هر کلمه رو که پیدا کرده، قبلی حرف حرف پیدا میکرد، اینجا کلمه به کلمه پیدا میکنه. اما یه چیزی هم که هست، ببینید من اینو همینجوری پرینت کنم، یه استرینگ بهتون میده، یعنی خیلی تو فرمت بدی بهتون میده. ما یه چیزی میتونیم به این اضافه کنیم، به این دستور بگیم که اینو به صورت یه استرینگ قراقاتی نده، به صورت یک دیکشنری بده که خیلی قابل درک و تر و تمیز باشه. این یه دونه آرگومنت داره output type output dict، یعنی اینو به صورت دیکشنری به ما بده. حالا اینم باید بالا ایمپورت کنید from pytesseract import output. خب دوباره رانش کنیم. الان دیگه اگه من بیام این رو ران کنم، ببین چه چیز تمیزی به من داد. دیگه مثلا من میدونم تکست هایی که دیتکت کرده سلام به همگی و مثلا سلام کلمه 0 1 2 3 4 رومه. پس مختصات لفتش 0 1 2 3 4 روم توی لیست
مختصات تاپش هم چهارم تو لیست. خب الان من میتونم باوندینگ باکس ها رو با یه سری تغییرات مثل همین دستور بنویسم. اینا رو اینجوری می‌نویسم که شما بعدا خواستین استفاده کنید رد بشه. این دیگه چون ایندکس برامون مهمه از دستور انومریت استفاده می‌کنیم. بیا ایمیج دیتا رو انومریت کن. بعد ایف تکست یعنی اگه خالی نبود، اینا خالی هن. ایف تکست اون وقت بیا ایکس یک رو، ایکس یک همون چی میشه؟ ایمیج دیتا لفت و ایندکس اینکه چندومی باشه. کل این باید اینتیجر باشه چون اینجا فرمتشو ممکنه استرینگ باشه، ولی فکر میکنم اینتیجر باشه. و وای یک هم همونه، وای یک فقط به جای لفت تاپ داریم. حالا اینجا ویدث و هایت داریم. اینجا ایکس دو میشه ایکس یک به علاوه ویدثمون، اینجا ویدث میذاریم. وای دو هم میشه وای یک به علاوه هایت. ببینیم چطور جواب میده. دقیقا اون رکتنگل هم از همون لوپ قبلی کپی میکنم چون عیناً همونه و در آخر عکسمون رو نمایش بدیم. خب ببینید، پس نه تنها حرف به حرف برای ما دیتکت کرد و گفت دقیقا کجاست هر حرف، کلمه به کلمه هم دیتکت کرد گفت کجاست. پس این خیلی خوبه، قابلیت های جالبی داره. الان بریم فارسی رو دیتکت. برای دیتکت کردن فارسی اولا یه کاری میتونید بکنید، میتونید چک کنید ببینید الان پای تسرکتتون چه زبانهایی توش وجود داره. ببینید مال من انگلیسی داره، اینم تو همش هست، اینم فارسیه چون من موقع اینستال تیک فارسی رو زدم. خب فارسی رو داره. اگه یادتون رفت بزنید یا نزدید به هر دلیلی میتونید بعدا این کار رو بکنید. لینک اینجا رو هم براتون میذارم. توی گیت هابشون برای هر زبانی دیتای اون زبان رو گذاشتن توی فولدر تست دیتا. شما میتونید برید دیتای ترین دیتای مخصوص اون زبون رو پیدا کنید. مثلا مال فارسی کدش FAES. شما میرید این ترین دیتاشو دانلود میکنید، بعد این فایل دانلود شده رو میارید تو همون فولدری که من بهتون گفتم مسیرش رو یادتون نگه دارید، یا همون جایی که براتون نصب شده بود. بذارید من بیارم اینو. همون جایی که پای تسرکتتون نصب شده برید تو فولدر تست دیتا و اینو کپی کنید اینجا. الان بر من چون داره دیگه کپی نمیکنم، ولی همین فایل رو کپی کنید اینجا تمومه. لینک اینجا رو هم توی دیسکریپشن میذارم و میتونید دیگه هر زبانی رو میخواید نصب کنید. حالا چون مال ما فارسی داره دیگه لازم نیست کار کنیم. بیایم الان چند تا عکس فارسی تست کنیم. ببینید عکسای فارسی رو نشونتون دادم، یکیش مثلا اینه OCR پرشین رو بیایم تست کنیم. من دیگه اینا رو کپی پیست میکنم که چون یاد گرفتیم دیگه وقتمون تلف نشه. اینجا فقط توی لنگویج یعنی ایمیج تو سکرین، توی لنگویج LANG مشخص میکنی کد فارسی FAS. الان عکسمونم بیاریم ببینیم متنایی که تشخیص داده با فونتای فارسی مختلف. فونت لوتوس رو خوب تشخیص داده، فونت میترا رو خوب تشخیص داده، فونت هما رو خوب تشخیص داده، فونت قلم رو نسبتاً خوب تشخیص داده، فقط اینجاها رو یکم مشکل داره ولی باز نسبتاً به نظرم خوبه. فونت نازنین رو خوب تشخیص داده، فونت نستعلیق رو نتونسته خیلی خوب تشخیص بده، ایران سنس رو خوب تشخیص داده، دیگه بقیه‌اش هم خوب تشخیص داده. خب پس کلاً فقط نستعلیق و این دوتا رو که دیگه خیلی داغون بودن نتونست تشخیص بده. داغون که خب خطای قشنگی هن، ولی خب برای کامپیوتر سخت فهمیدنش. مثلا اینم میتونیم امتحان کنیم. سرو این اومده اصلا فونت‌های مختلف رو تشخیص داده. مثلا میتونید تست کنید ببینید مثلا آبانو چون یکم اینجا کشیده شده آبسان تشخیص داده، یا اینجا خراسان رو چون یه ذره اینجا تصویر بک‌گراند داره خراسان تشخیص داده. ولی در کل اگه فونتش خوب باشه مثل اینکه خوب میتونه تشخیص بده. پس به دو تا چیز دقت کنید، یکی اینکه بک‌گراند نویز نداشته باشه، یکی اینکه بعضی فونت‌ها رو نمیتونه خوب بخونه مثل فونت نستعلیق رو. یه همچین چیزایی هم هست، مثلا تو این عکس من تست کردم دیدم که نمیتونه اصلا تشخیص بده، اونم به خاطر زاویه متن، یعنی زاویه متن اگه متنتون کمی زاویه دار باشه نمیتونه خوب تشخیص بده. سعی کنید زاویه عکستون رو اندازه روتیت کنید که متنتون کاملا افقی باشه، در این صورت دیگه کاملا خوب میتونه تشخیص بده.
خب پس من این نوتبوک رو هم باهاتون شیر میکنم توی گیت ها و میتونید ازش استفاده کنید و امیدوارم براتون مفید بوده باشه. مرسی که همراه بودید. تا ویدیوی بعد. فعلا خدافظ.